خادم حرم علی ابن موسی رضا. خب خدام دو ساعت استراحت میکنن، دو ساعت شیفت میدن، دوباره دو ساعت میان تو آسایشگاه. آره دور هم میشن، بعضی موقع خیلی هاشون گرده روزه و اینا دارن، بعضی هم استراحت میکنن. گفت دو ساعت شیفتمو انجام دادم، اومدم رفتم تو آسایشگاه خوابیدم، خوابم برد. تو عالم خواب دیدم از در ورودی حرم علی ابن موسی رضا یه سید جلیل القدر وارد شد، یه سری آدم دور اطراف ایشون دارن مشایعت میکنن ایشون وارد حرم امام رضا. تعجب کردم یه سید داره میاد خیلی جلیل القدر با عظمت، یه سری آدم دور و برشن با بیل و کلنگ. یعنی چی؟ اومدن تو قسمتی که اموات خاکن، گفت سید چرخی دیده فی قبر نشوند و با عتاب گفت بکنید از خاک بیرنش بیرون، ببرید یه جا دیگه خاکش کنید. اینجا حرم امن الهیه، اینجا محل رفت آمد ملائکه، اینجا محل رفت آمد بزرگان و اولیا و اوصیاست، اینجاش اینجا نیست، درش یارید. گفت شروع کردن با امر سید به کندن قبر، خاک بلند شد تو حرم علی ابن موسی رضا. یه دفعه دیدم خود جناب علی ابن موسی رضا از داخل زری اما با کمال ادب دست به سینه و سر پایین بیرون اومدن به سمت اون جمعیت کنار سید. فهمیدم جناب سید امیر المؤمنین علی علیه السلام. رسیدن خدمت پدر، سلام کردن، گفتن اگه میشه به من ببخشیدش. مولا فرمودن گناهکاره، خطاکاره، آدم آلوده، یه جاش اینجا نیست. علی ابن موسی رضا عرضه داشتن به پدر بزرگوارشون، میدونم گناهکاره اما به امیدی گفته منو حرم امام رضا خاک رو ما حساب کرده. امشب اومدیم بگیم یا امام رضا ما رو حساب کردیم، رو حساب کردیم، رو حساب کردیم، نزا کار به اربعین بکشه، بحث آبرو وسط ها.